گسترش اعتصابات سراسری، تظاهرات خیابانی و تجمع‌های دانشجویی چه وزنی به خیزش انقلابی مردم ایران داده است؟ اتحاد قشرهای جدید با خیزش انقلابی از جمله بازاریان و ورزشکاران، جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوبش را در چه موقعیتی قرار داده؟ خیزش انقلابی مردم ایران تا کنون چه دستاوردهایی به ارمغان آورده و فاز بعدی آن چیست؟ فردا به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش هاست. تصویری که از آینده ایران می خواهید ببینید چگونه است؟ راه دستیابی به آینده‌ای شایسته مردم ایران چیست؟ میهمانان این برنامه: گلسا گلستانه، دانش آموخته علوم سیاسی، افشین شاهی، استاد روابط بین الملل، نینا ممقانی، فعال مدنی، منا میرستاری، پژوهشگر حقوق بشر. و اما سوال این برنامه: دستاوردهای خیزش انقلابی مردم ایران چیست؟ تو ایران نزدیک دو ماهه که هست تموم نمیشه، آدما خسته نمیشن. میتونیم بگیم که داریم میرسیم به یه فاز دو که نزدیکتر و نزدیکتر همش میشیم به یه انقلاب واقعی. واسه یه انقلاب ما میتونیم بگیم که اولین لول این هست که مردم دیگه این دولت رو نمیخوان، و اینو که فکر کنم دیگه هممون اینجا دور میز موافقیم که دیدیم دو ماهه که خسته نمیشن، هنوز تو خیابونن، جوونا کافه خیابونا هستن، جوونا دانشجوها همه الان تو خیابونا هستن. و لول دوم تا که بتونیم برسیم به این انقلاب اینه که دولت دیگه نمیتونه، نمیکشه، و اینو الان داریم کم کم میبینیم که واقعا دارن خسته میشن، و به خاطر اینه که باید الانه که باید ادامه بدیم. بعد همین هم میبینیم که هم داخل ایران این برنامه ها هرچی که اجرا میشه و اینا، و از خارج ایران این دو تا لایه خیلی مهمن که ما هم از خارج ایران همه سعیامون رو میکنیم. دو ماه هممون پشت تلفنمون هستیم، همون که میگفتیم نمیخوابیم و تلاشمون رو میکنیم، و فکر کنم که اینم خیلی مهمه که اینترنت اگر بذاره همون جور که ما از اونا در خود ایران انرژی میگیریم، اونا هم امیدوارم انرژی از ما میگیرن، که میبینن که ما هم پشت هموطنامون هستیم و سعی میکنیم که با هم برسیم به همین انقلاب. فقط یه چیزی، مثلا وقتی میگیم که دولت، چون که توی کشورهای خارجی مثلا دولت یه چیزی 4 سال میاد میره و مفهوم مشخص داره، برای ایران میگیم حکومت، به خاطر اینکه وقتی بگیم دولت اصلا طلبا استفاده میکنن. حتی میتونیم بگیم که دیکتاتور، رژیم دیکتاتور، قاتل دموکرات. خب چیزی هم که خیلی جالبه میبینیم که در مورد همین دوگانه دولت و حکومتی که شما بهش اشاره کردید، که دوگانه خیلی مهمیه مخصوصا برای اتفاقاتی که امروز داره در ایران میفته، ما میبینیم که خیلی از کنشگران و شخصیت‌های سیاسی برجسته خارج از کشور دیگه حتی از واژه حکومت هم استفاده نمی‌کنه. ما دیدیم که صدر اعظم آلمان برای اولین بار اخیراً بعد از مدت‌های بسیار طولانی که جمهوری اسلامی از تمام ابزارهای پروپاگاندایی خودش داشت استفاده میکرد که خودش رو یک حکومت عادی، یک حکومت نرمال نشون بده، الان میبینیم که یک طیف وسیعی از طبقه حاکم در اروپا اون رو به عنوان رژیم یاد میکنن. خب رژیم هم یک بار معنایی بسیار خاصی داره که به نظر من نشان دهنده اون حقیقت سیاسی است که رژیم امروز ایران اون رو داره. اسلامی، رژیم اسلامی،
رژیم ایران هم حتی، یعنی اصلا کلا چیزی که به اینا واقع گفتش هیچ، نه حکومت، بخوب اینم یه در واقع فرقه تروریستی. آره پیرامو صحبتایی که می‌کردیم شد یکی از دستاوردهای خیلی بزرگ این خیزش انقلابی هم همینه که ببینید در یک برهه زمانی بسیار کوتاه در 60 روز چطور اروپایی که بزرگترین دغدغش رسیدن به یک توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بود، اروپایی که بزرگترین دغدغش یک جورایی مماشات با جمهوری اسلامی بود، حالا حتی اگر که مماشات با جمهوری اسلامی بود اصلا بی تفاوت بود نسبت به مسائل دیگه‌ای که 80 میلیون انسان رو داره تحت تاثیر خودش قرار میده، تا زمانی که جمهوری اسلامی حاضر بود یک سری امتیازات محدودی به اروپایی‌ها بده، تا زمانی که اینا حاضر بودن به یک توافق هسته‌ای برسن، تا زمانی که برنامه‌های منطقه‌ای و برنامه‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی آنچنان ایجاد چالش برای اروپایی‌ها نمی‌کرد، با همین قضیه اینا کافی بودن. ولی دیدیم که چطور تو یک برهه کوتاه 60 روزه فعالیت‌ها و کنشگری مردم ایران و فعالیت‌های و کنشگری ایرانیان خارج از کشور شرایط رو یک جوری کرد، فضا رو یک جوری کرد که عملاً تمام نگاه‌ها تغییر کرد. خب این واقعا یکی از بزرگترین دستاوردهای این خیزشه و فقط هم دستاورده این مسئله زمان هم خیلی مهمه. ببین تمام این اتفاقات توی 60 روز افتاده. همین اروپا هم که میگید خیلی مهمه، الان که میبینیم خارج از کشور خب یه چیزیه، ولی خب ما الان مثلا ما حالا مثلا بلژیکی هستیم، بلژیکی که خب واقعا بروکسل واقعا دیگه اروپا همه چی اونجاست. خب ما باید اینو تایپ بکنیم که چیزمون باشه، our strength، قدرتمون باشه، استفاده بکنیم. آره من دقیقا حالا یه چیزی که در ادامه این صحبت ها میخواستم بگم اینه که اولا اصلا وقتی میگیم دستاورد انقلاب یا خیزش انقلابی که میگم، من با انقلاب اسم بردن ازش موافق ترم، چون که فکر میکنم اصلا باید به رسمیت شناختش، یعنی هم تداوم تظاهرات خیابونی، هم اعتصابات سراسری، تجمعات دانش، همشون نشون میده که ما توی در حال مشاهده یه انقلاب هستیم. و خود همین که این موضوع به رسمیت شناخته بشه فکر میکنم، و همونطور که شده توسط مثلا مکرون شده، این خودش یه دستاورده. ولی در راستای همین صحبت‌ها فکر می‌کنم از اونجایی که این انقلاب کاملاً آزادی خواهانه است و کاملاً بر مبنای اصول حقوق بشری شکل گرفته، که مثلا به خاطر این وجهه‌ای که داره حتی دیگه لابی‌های جمهوری اسلامی هم نمیتونن بیان و مثل گذشته، مثل سال 98، مثل سال 96 تقلیلش بدن به یه مثلا مشکل با مسائل اقتصادی یا بی‌آبی مثلا. همیشه این اعتراضات که بوده، هر اعتراضی در برهه‌های مختلف بوده، حتی سال 88 که توسط اصلاح طلبان هایجک شد، این خواسته سرنگونی جمهوری اسلامی همیشه مطرح بوده، ولی به شکلهای مختلف تونستن اونو نادیده بگیرن. اما حالا هم بر اثر مسئله دادخواهی که هر روز ما چهلم داریم، سوم داریم، مراسم سالگرد آبان رو داریم، به اشکال مختلف این اقشار که تو زمانهای مختلف داشتن اعتراض میکردن، تو خیابون بودن و خواسته سرنگونی برای جمهوری اسلامی داشتن و این نادیده گرفته شد و مالکشی شد توسط لابی ها و رسانه ها، الان اینا دارن به هم پیوند میخورن. یعنی مثلا همین دغدغه های مختلف، اولویت های مختلف، و الان هم در عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی قشنگ مشخصه که جمهوری اسلامی ناتوانه و مردم میخوان که بره برای بهبود شرایط. شما شرایط رو چطور رصد کردید در 60 روز گذشته؟ در 60 روز گذشته خیلی دنبال کردم، خیلی احساس کردم که لازم هستش که ما یک کاری رو انجام بدیم و اینکه بتونیم صدای مردم ایران باشیم در اروپا، چون ما الان خودمون در اروپا در بروکسل هستیم. برای ما خیلی مهم بود که
صدای اونها باشیم تو بلژیک و سعی کردیم با توانایی که داشتیم کارهایی که میتونستیم انجام بدیم که مردم خود اروپایی ها بلژیکی ها بفهمن که چی پیش میاد تو ایران، چون خیلی ها اصلا نمیدونن که چی پیش میاد. حتی دوستامون آره در جاره نیستن، تو ژورنالیست ها اصلا صحبت خاصی نمی کنن در مورد ایران تو خود اروپایی ها، و همین مهمه که ما بتونیم با توانی که داریم به اونا نشون بدیم که چی پیش میاد، و خیلی وقتا براشون شوک میشه که چطور میشه که همچین چیزی هست، چطور میشه که فقط به خاطر اینکه روسریشون رو مثلا درست نذاشته بود مهسا امینی کشته شد، و چه چیزی پشت سرش بود که همه اومدن دنبالش، خانوما، زنان اول صف، آقایون هم که در کمکشون میکردن، دانشجوها، چی میگن، ورزشکارا، خیلی ها کمک میکنن و قابل فهم نیست براشون، واقعا متوجه نمیتونن بفهمن که مثلا ما که تو در بلژیک مثلا به دنیا اومدیم، بزرگ شدیم، تو دو تا ریالیتی مختلف هستیم. یکی هست که واقعا آزادی کامل بلژیک، یکی هم هست که وقتی که خب میدونیم با ایران ما تلفن حرف میزنیم و اینا، میدونیم که مثلا دختر خاله هامون، دختر عموها و همسن سال خودمون این آزادی ها که ما اینجا داریم اونا ندارن، هیچ وقت نداشتن، و اینا نمیتون، یعنی بیشتر دوستای بلژیکی ما نمیتونن بفهمن که مثلا ما این میگیم که از وقتی که خودمون به دنیا اومدیم همیشه بود 43 ساله که وضعیت اینطوریه. البته شاید در روزهای اول اعتراضات و این خیزش انقلابی، رسوندن اطلاعات به روزنامه نگارها و اینی که بخوای متقاعدشون بکنی که این مسئله یک اهمیت بزرگ تاریخی داره، نه تنها برای مردم ایران، نه تنها برای مردم منطقه، بلکه برای جهان یک مقدار دشوار بود. بعدش هم فراموش نکنید که در هفته های اول رقابت مطبوعاتی و رقابت رسانه‌ای بسیار دشوار بود. جهان سرگرم مشکلات عدیده بود، مشکلات اقتصادی، بحران انرژی در اروپا، جنگ اوکراین و ده ها مسئله دیگه که عملا شما به هر روزنامه نگاه میکردید در اروپا و ایالات متحده اون مسائل رو به خودش اختصاص میداد. ولی دیدیم که چیزی نگذشت، شد بعد از مثلا دو هفته وقتی نیست. که نیست الان. بعد چرا هست؟ الان از تو مدیاهای بلژیکی مثلا من دارم به شما میگم. اصلا نمیشنوی. آره ولی خب در رسانه های در رسانه حالا من شاید دسترسی بیشتری به روزنامه های انگلیسی زبان دارم، روزنامه های ایالات متحده و بریتانیا رو دنبال میکنم، حالا بعضی وقتا یک نگاهی به روزنامه های شما هم میندازم در کانادا. من اعتقادم حالا اینجوری است که یعنی اتفاقا پوششی که روزنامه نگاران غربی خصوصا در چند هفته گذشته به اعتراضات و این خیزش انقلابی ایران دادن اصلا حیرت آوره، و یک دلیلش هم این بوده که در وهله اول اعتراضات مردم ایران، شجاعت زنان ایرانی اینقدر الهام برانگیز بوده که اصلا غیر ممکنه که بشه نسبت بهش بی‌تفاوت بود. و یکی از بزرگترین دستاوردهایی که این خیزش انقلابی داشته این بوده که بسیار پویا بوده. ببینید قدرت میتونه ویژگی‌های متفاوتی داشته باشه، مصادیق زیادی برای قدرت وجود داره. حالا من نمیخوام وارد یک بحث نظری بشم اینجا، ولی به قول میشل فوکو مهمترین و پر اهمیت ترین مصداق قدرت ایجابیه، قدرت مثبته، قدرتی که توانایی رویش داشته باشه، قدرتی که توانایی باز تعریف کردن روایت‌ها رو داشته باشه، قدرتی که الهام برانگیز باشه. این دقیقاً قدرتیه که امروز در دست معترضین ایرانیه. سه شب پیش اینجا هوا بسیار بد بود در لندن، یک شب بارونی بود، یک برنامه تدارک دیده شده بود در مرکز لندن به نام زن زندگی آزادی، یک برنامه فرهنگی، یک برنامه هنری بود، یک کنسرت بود که حالا یک مقداری هم تبلیغ شده بود. خب منم رفتم مشارکت کردم و امیدوار بودم که حالا فکر می‌کردم که حالا میرم اونجا، شد 100 نفر 200 نفر ایرانی هم اونجا باشن، و خب اطلاعات زیادی هم در مورد اون برنامه نداشتم.
وقتی که رفتم رسیدم به اون مرکز اصلا حیرت کردم. با در نظر گرفتن هوای بد اون شب لندن، صدها نفر، شاید هزاران نفر، حالا من دقیقاً نشمردم، و یک طیف وسیع از کسانی که اومده بودن بلیط بخرن و بلیط خریده بودن و مشارکت بکنن به عنوان حالا بیننده، غیر ایرانی بودن. کنار من عرب نشسته بود، کنار من اروپایی نشسته بود، یک طیف عظیمی از کسانی که اونجا مشارکت می‌کردن غیر ایرانی بودن، و اتفاقاتی که در ایران می‌افتاد، این شجاعتی که مردم دارن نشون میدن، اینقدر الهام برانگیز بود، خودشون رو جزء مکملی از این دغدغه می‌دیدن. ببینید، این بزرگترین دستاوردیه که ما امروز داشتیم، و اگر که ما همین روند رو ادامه بدیم، من مطمئنم این به عنوان یک سرمایه، یک ابزار بسیار هوشمند و توانا میتونه به نفع معترضین ایرانی تموم بشه. چون دقیقاً این الهام برانگیز بودن اتفاقات ایران هست که مردم میان مشارکت میکنن در این برنامه ها، روزنامه نگارها علاقه من میشن. تقریباً شاید 100 تا کنسرت برگزار شده در 60 روز گذشته که یک تم، یک اشاره حداقل به اعتراضات ایران شده در اقصا نقاط دنیا. و من خب چندین سال هست که در مورد حالا جنبش‌های اجتماعی حالا تو اندازه‌ای مطالعه می‌کنم، و من هیچ جنبش اجتماعی و انقلابی رو سراغ ندارم، یعنی حداقل نمیتونم بهش فکر بکنم در این مقطع، که بتونسته باشه در 60 روز، فقط در 60 روز همچین دستاوردهایی داشته باشه، همچین ویژگی‌هایی داشته باشه، میلیون ها نفر، شاید میلیارد ها نفر رو در اقصا نقاط دنیا تحت تاثیر خودش قرار داده باشه، میلیون ها نفر با تک تک این کسانی که در خیابون دارن مبارزه میکنن با شجاعت همزاد پنداری بکنن. یعنی من واقعا نمونهش سراغ ندارم. درسته، به خاطر میخوام حرفمو دوباره یه لحظه تو کانتکست بذارم، که مثلا همونجور که هر دوتاتون درست گفتید، الان موضوع حقوق بشره. هیچ که الان امروز نیست که موافق نباشه با هر چیزایی که ما الان دور میذاریم میگیم. واقعا با هر کی حرف میزنی اصلا میگن که حقوق زنان، یعنی آزادی زنان، هر چی که میگیم که ما اینجا بس حجاب نیست، بس حجاب اجباریه. اینه که من میخوام مثلا آزادی پوشش، آزادی فکری، آزادی یعنی واقعا آزادی، اینو با هر کم حرف بزنی همه موافقن. ما بلژیکی ها الان غیر ایرانی اگر بگیم موافقن و هستن. ما هم اگر تظاهرات هایی که ببینیم که خارج از کشور، که مثلا حامد اسماعیلیون میگه همه تو همه کشورها هستن، این خیلی مهمه. میبینیم که بعد از دو ماه آدما هنوز هستن. ولی این چیزی که من میخواستم بگم، روزنامه‌گرا و اینا که میگید، خب شما الان گفتید مثلا لندن، انگلیس، کانادا، جایی هستن که ایرانیا هستن، زیاد هستن و تاثیرگذارن خیلی. و مشکل اینه که وقتی که ولی میری کشورهای کوچیک‌تر مثل مثلا بلژیک، ولی حتی هم فرانسه، آلمان و اینا هستش، ولی اولاش خیلی بود. الان کجان؟ همونقدر مهمه برای ما. این هر وقت هم که ما باشون حرف میزنیم، میریم دو ست برنامه های بلژیکی و اینا، هر دفعه مثلا میگن که ما با شما هستیم، ولی بعدش دوباره مثلا بس میشه همون اوکراین و اقتصادی و اینجور چیزا. ولی این الان میبینیم که چقدر مهمه، این باید ادامه بده. خب اون اهمیتی که مسائل ایران برای من و شما داره و معترضین داخل کشور داره، شد به همون اندازه برای حالا روزنامه نگاران اینجا طبیعتاً نداشته باشه. ولی خب این اون نقشی هست که ما ایرانیان خارج از کشور در چند ماه گذشته ایفا کردیم که دائماً این مسئله رو یادآوری بکنیم با اجرای برنامه‌های متفاوت. همین مثلا برنامه فرهنگی که من بهش اشاره کردم، خب این برنامه بسیار الهام برانگیزی بود. این برنامه‌ای بود که آره، که میتونه در واقع استمرار این توجهاتی که به نظر شما و به نظر ما حیاتی هست برای ادامه این خیزش انقلابی رو بتونه تضمین بکنه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مثل حالا شبکه‌های فارسی زبان مثلا 24 ساعت CNN هم بیاد پوشش داشته باشه از اعتراضات ایران. باید نشون بدیم که ولی ما هستیم و میمونیم. آره دیگه. و دیگه تا که مجبورشون بکنیم که همون 24 ساعته همون قدمونا هم ادامه بدن.
حالا من در راستای همین صحبته که این تاثیرگذاریش خودش دستاورد بوده، یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم اینه که مشابه بهار عربی که از اعتراضات مردم تو سال 88 الهام گرفت و خب تغییرات زیادی تو کشورهای مختلفی به وجود اومد، حالا چه مثبت چه منفی، فکر میکنم این انقلاب فعلی هم و همینطور گفتمانهایی که توش داره صورت میگیره نه تنها حالا در برنده تحولات خیلی عظیم سیاسی هست و خواهد بود در آینده برای خود منطقه که توی دنیا هم همین موضوع که میگید مردم نمیدونن که این حق برای سریا نیست، یا مثلا تا چند وقت پیش شاید حتی اگر میومدی و در مورد ظلم یه حکومت اسلامی میگفتی هزاران برچسب بهت میخورد و صداتو ساکت میکردن، ولی الان دقیقا این مسئله الان خب الان ما دقیقا اون رو داریم، اون دیسکورس رو داریم عوض میکنیم به خاطر اینکه داریم نشون میدیم که این اسلام وقتی که به قدرت میرسه چه بلایی میتونه سر مردم بیاره و به نظر همین باعث یه رنسانس هم میشه، یعنی همین الان ما در حال مشاهده رنسانس هم تو ایران هستیم و هم فکر میکنم که در کشورهای مذهبی دیگه هم این اتفاق بیفته که متوجه این بشن که وقتی که دین توی عرصه عمومی و همینطور حالا قدرتمند هستش میتونه چه تأثیری رو زندگی آدم ها داشته باشه و چقدر میتونه یه کشور رو به نابودی بکشه، که به خاطر همین هم فکر میکنم مسئله لایسیته، مطرح شدن موضوع لایسیته که به نظر من فراتر از سکولاریسمه، یعنی قشنگ اینکه دین رو به یه موضوع فردی، یعنی حتی من با اینکه میگن دین بره به خونه به پستوی خونه هم مخالفم، چون میدونم که توی خونه هم میشه به زور حجاب سر کسی کرد، همین مثلا تو کانادا من میبینم دخترانی که به زور حجاب سر میکنن و 18 سالگی ازدواج میکنن که بتونن حجابشون رو بردارن، و مثلا حجاب نیست، مسئله همین تداوم حضور دین به شکل اجباری تو زندگی آدم هاست، و وقتی ما توی یک کشور مذهب زده زندگی کردیم من فکر میکنم همین موضوع لایسیته باید خیلی روش تاکید بشه که ما بتونیم این زخمایی که داشتیم رو واقعا ترمیم کنیم، یعنی واقعا دین فقط باید از جلوی چشمامون رد بشه فعلا تا ما بتونیم که یه مقدار به شرایط نرمال برگردیم تو زندگی، که به خاطر همین هم فکر میکنم احتمالاً فرانسه الان داره یکی اولین کشور. آره ولی فرانسه شما مسئله خیلی مهمی اشاره کردی، در روزهای اول زمانی که رئیسی نیویورک رفت و خب با مکرون هم ملاقات کرد و خب این خیزش اعتراضی همینجوری ادامه داشت و خب همه داشتن معترض می‌شدن، مخصوصاً به کشورهایی مثل فرانسه، چرا صدایی از شما در نمیاد، چرا اعتراضی نمی‌کنید؟ بعدن یواش یواش به نظر می‌رسید که خیلی از شخصیت‌های برجسته از جمله خود مکرون نه اینکه نمی‌خواستن صحبتی بکنن، اما نگران بودن. نگران بودن چون شما وقتی که میای در مورد مسئله حجاب صحبت می‌کنی یا در مورد مسائلی صحبت می‌کنی که مرتبط به حالا دیانت و دین یا خصوصا دین اسلام، خب این میتونه تفاوت جدی برای شما داشته باشه. خیلی ها مثلا در مورد اعتراضات صحبت نمی کردن به خاطری که نماد این اعتراضات سوزاندن روسری ها بود، میگفتن خب من اگر که از این مسئله حمایت بکنم این به مفهوم اسلام حراسیه و من میتونم مورد تهمت قرار بگیرم. به خاطر اینکه خیلی مهمه که بگید که مشکل حجاب نیست، ولی ما موفق شدیم ایرانیان خارج از کشور و خودت این شیوه های بسیار خلاقی که معترضین ایرانی درون کشور اتخاذ میکردن که بالاخره به جامعه جهانی به شخصیت هایی مثل مکرون این مسئله رو بفهمونیم و مجبورش بکنیم که این مسئله رو بپذیره که همنوایی و حمایت کردن از معترضین ایرانی و اونهایی که دارن روسری های خودشون رو میسوزونن به خاطر
اعتراض علیه استبداد دینی این مصداق اسلام حراسی نیست. چون هیچ معترضی در ایران نیست که مثلا بگه ما 100% دنبال این هستیم که بخوایم ریشه دین رو در کشور بسوزونیم. نه، کسی به دنبال این نیست. ولی خب همینطور که شما به درستی اشاره کردید، اینه که در واقع دین باید در جایگاه مطلوب خودش قرار بگیره. یعنی هیچ گونه نقشی در روند تصمیم گیری و در روند در واقع روایت سازی های سیاسی در جامعه نداشته باشه. یا حتی اجتماعی، یعنی دین نتونه، دین من یا باور من نتونه رو زندگی شما اثر بذاره. یعنی دقیقاً، یعنی نه فقط توسط حکومت، که واقعا این یه موضوعی بشه که هیچ نوع اجباری حتی از نهاد خانواده، از هیچ جامعه کوچیکی نتونه وارد شه به فرد و حقوق افراد به رسمیت شناخته بشه، که یه چیزیه که خب ما ازش واقعا محروم بودیم. و می‌بینیم که حتی روسری‌دار در راهپیمایی‌های خارج از کشور به مثلا بروکسل، حالا من میتونم بگم هستن میان و یعنی... بهشون هم میگیم که خیلی هم خوش اومدین، حالا میان بخاطر که اونا موقع زنان آره آزاد هم آزاد هستن که میتونن که روسریشون رو بذارن و بیان در کنار ما را برن، بخاطر اینکه ولی با تصمیم خود ولی تصمیم خودشون. ولی خب یکی از بهترین نقاط عطف به نظر من 3 ماه پیش این بود که زمانی که ما دیدیم اتفاقا زنهای محجبه اون طبقه مذهبی جامعه، طبقه دیندار جامعه هم وارد صحنه شد و حمایت کرد. ما دیدیم که روسریاشون رو برداشتن، روسریاشون رو برداشتن، مثلا گوهر عشقی که روسریشو برداشت و فرزندان مثلا شهدا، جانبازان، کسانی که برای 4 دهه به شکلی توسط حاکمیت جمهوری اسلامی در واقع یک جورایی مونوپلایز شده بودن. ما دیدیم که اینها اومدن علیه این نظام استبدادی دینی صحبت کردن و این دوگانه رو به کلی تحت شعاع قرار داد. ولی این بحثی که ما داشتیم میکردیم، چون همه ما در جوامع چند فرهنگی زندگی میکنیم، البته بروکسل هم خب یکی از مهمترین شهرها هست در اروپا، همیشه خب این حساسیت ها وجود داره. ما میبینیم که شخصیت های فرهنگی سیاسی همیشه امتناع میکنند که خیلی زود بخوان اظهار نظر بکنند در مورد چنین مساری. شما شد بد نباشه مقدار از تجربتون بیشتر برای ما بگید، مخصوصا از حالا اون واکنش هایی که میدیدید توی بروکسل. و ما در اصل من و مونا و نیوشا و پگاز 4 تا دوست و خانواده هستیم که با هم دیگه چی میگن، نه عقاید سیاسی خاصی داریم، 4 نفر عادی که جوان عادی که گفتیم که خب حالا که داره این چیزا پیش میاد چه کاری رو میتونیم انجام بدیم که بتونیم کمکی باشیم واسه صدای مردم. دیگه شروع کردیم به کارهای مختلف انجام دادن، فیلم، چند تا فیلم های کوتاه درست کردیم، اکسپریانس های مختلف داشتیم، رفتیم جزء برنامه گذاران تظاهرات های مختلف که همه با هم هستیم، یعنی فقط خود ما نیستیم، با تمام گروه های مختلف سیاسی و غیر سیاسی اومدیم با هم دیگه کار کنیم که بتونیم تظاهرات قشنگ، یه سری برنامه رو گذاشتیم که فقط واسه یاد بوده اونایی که مردن، زندانیای سیاسی که هستن، اومدیم مثلا آدم ها رو دعوت کردیم، اومدن با همدیگه دوره هم بودیم و تونستیم این کارها رو انجام بدیم و اینکه هنوز تموم نشده، هنوز هم ادامه قراره. این که خیلی مهمه همینه که آدم ها الان دیگه، حتی قبلا شاید چون میگیم دیگه مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی در ایران خیلی وقته که هستن، ولی این دفعه چه فرقش چیه؟ اینا میبینیم که الان موضوع انقدر مهمه که الان همه دیگه میشینن دور میز. دیگه مجبوریم. سال پیش نمیتونستی همچین کاری رو انجام بدی، دقیقاً الان همه براشون مهمه که بتونن همچین کاری رو انجام بدن، چون حتی مثلا تو خیابونای ایران کسی نمیدونه که بغل دستیش چی فکر داره میکنه. اینا همشون یک چیز میخوان، یک هدف، همون هدفشون یکیه، میخوان فقط که جمهوری اسلامی دیکتاتورا برن، فقط همینو میخوان. و اینکه مطمئنا اولشه تموم نمیشه و قراره که ادامه داشته باشه، به خاطر اینکه خب این دقیقاً مسئله بسیار مهمیه که شما بهش اشاره کردید. ببینید ما الان تقریبا 30 ساعت داریم صحبت میکنیم و توی 30 ساعت ما به این اجماع رسیدیم، به این توافق رسیدیم که به رغم تمام فراز و فرودهایی که این جنبش انقلابی داشته، دستاوردهاش حیرت آور بوده.
هم در بعد داخلیش اون سنگرهایی که درون ایران علیه این نظام استبدادی فتح کرده حیرت آور بوده و شگفت انگیز بوده، هم سنگرهایی که خارج از کشور فتح کرده، همه به نوبه خودش واقعا حیرت آور و شگفت انگیز و الهام برانگیز بوده. خب تا اینجا ما به نظر من توافق داریم، ولی سوال مهمتری که اینجا الان مطرح میشه، خب به رغم این دستاوردهایی که مردم ایران حالا چه داخل کشور چه خارج از کشور در چند ماه گذشته داشتن، گام بعدی ما برای جلو رفتن چیست؟ چون نهایتاً به نظر میاد که یک اجماع عمومی بین ایرانی‌ها وجود داره، حالا چه خارج از کشور چه داخل کشور، که باید از جمهوری اسلامی گذر کرد. دلیلی که اسم این خیزش رو ما خیزش انقلابی میذاریم، چون دیگه راهی برای اصلاحات وجود نداره، ما در یک کولدیسک، در یک بنبست سیاسی قرار گرفتیم و تنها راه عبور از این بنبست سیاسی گذاره، گذار از جمهوری اسلامیه. حالا سوالی که مطرح میشه، خب ما تا الان دستاوردهای مبارزاتیمون بسیار عالی بوده، اون شیوه هایی که اتخاذ کردیم برای مبارزه با جمهوری اسلامی عالی بوده، ولی اون شیوه هایی رو که میخوایم اتخاذ بکنیم برای گذار از جمهوری اسلامی چی هستن؟ اون شیوه هایی رو که میخوایم اتخاذ بکنیم برای پیروزی علیه جمهوری اسلامی، اونها چی هستن؟ آره، من حالا در مورد هم اتفاقا می‌خواستم حرف بزنم. یکی اینکه حالا در تایید صحبت‌های شما می‌خواستم بگم که واقعا الان انقلابی که داره اتفاق می‌افتم نافی همه ارزشاییه که جمهوری اسلامی رو روی کار آورد، و به خاطر همین حالا در حین پیش بردن این انقلاب و صحبت ازش خیلی مهمه که روی این تاکید بشه که مردم یک حکومت دموکراتیک، یک اون مسئله لایسیته، یه جامعه لایک، دقیقاً، و اینکه به رسمیت شناختن حقوق بشر رو، این مسئله که این به رأی گذاشتنی نیست، این باید واقعا روش تاکید بشه، به خاطر اینکه هم فکر میکنم برای جامعه ایرانی خب این یه چیز بدیهیه، ولی اینکه مشخص باشه که اون چشم اندازی که برای ایران وجود داره چیه. یعنی وقتی که ما از آلترناتیو سیاسی صحبت میکنیم، باید در واقع اون نگاهی که داریم به آینده ایران رو هم مشخص کنیم، که خیلی مهمه که روی اینا تاکید بشه. ولی توی این مرحله به نظرم یه چند تا مسئله مطرحه. یکی اینه که ما باید قبل از هر چیز جلوگیری بکنیم از یه سری گفتمان‌های اصلاح طلبانه که دوباره توسط بعضی چهره‌های سیاسی داره و حقوقی داره مطرح میشه، مثلا مذاکره کردن با رژیم جمهوری اسلامی، که متأسفانه سر طالبان هم این مسئله پیش اومد که گفتن با اولویت قرار دادن حقوق بشر با طالبان مذاکره کنید. یعنی ممکنه که این داستان حقوق بشر به این شکل دستاویز بشه که آره مثلا اینو اولویت قرار بدید و همچنان با اینا مذاکره کنید، ولی وقتی که در یون هم همینجوری، دقیقاً، ولی وقتی که ما مثلا یک راهزنی داره سر راهمون رو میگیره، یا یک خفگیری داره مثلا ما رو تهدید میکنه، یا یه تروریستی داره یه عملیاتی میکنه، ما نمیریم با اینا گفتگو کنیم. بنابراین مذاکره این مسئله باید توی این گفتگوهای بین المللی هم مطرح بشه که مذاکره وجود نداره. اگر قرار هرگز دیالوگی اتفاق بیفته، اون توی دادگاه جناییه که اونجا تازه اونا در مقام پاسخگو باید به سوالهای بدن در مورد جنایاتی که کردن توی همه این سالها از روز اولی که اومدن. این بحث پشت اون دیالوگا چیه؟ اون اکسکوزه که واسه مثلا پولیتیکه دیگه. آره دیگه، مثلا بر اساس منافع و اینا پیش میره، که خب اصلاح طلبان مسلماً منافع مشترکش با جفتشون یکی هن دیگه. ولی یه موضوع دیگه هم به نظر من هل دادن چهره های سیاسی به سمت عملگرایی سیاسیه. یعنی اینکه تحلیل کنن، تفسیر کنن این داستان، دیگه واقعا باید بره روی دوش تحلیلگرا، پژوهشگرا، نمیدونم روزنامه‌نگارا. این مسئله نباید رو چهره های شاخص سیاسی باشه که پایگاه اجتماعی دارن، قدرت دارن، صدا دارن و میتونن که صداهای مردم رو توی خارج از کشور به گوش دنیا برسونن. من فکر میکنم یه موضوعی که وجود داره الان اینه که
ما خیلی صحبت میکنیم از رهبری از داخل کشور، همیشه این داستانه که از داخل باید رهبری بشه، مردم باید از داخل تصمیم گیرنده باشن، ولی متاسفانه بهش عمل نمیکنیم، به خاطر اینکه یعنی ما در حد شعار نگهش داشتن خیلی از چهره‌های سیاسی. من فکر میکنم وقتی که ما میگیم به داخل گوش بدیم و بذاریم اونا رهبری کنن، این یعنی اگر اونا به ما میگن کاری بکنید، هم ما اون کارو بکنیم، یعنی نه فقط اینکه اونا کار خودشون رو پیش ببرن، اونا همه چی رو جلو ببرن. و یه چیزی که من به شخصه از خیلی ها، یعنی من خیلی از ایرانی ها رو باهاشون صحبت میکنم داخل ایران، و چیزی که من مکررن از همون روز اول این اعتراضات، یعنی از روزهایی که این فقط اعتراض بود و تا الان که انقلاب، شنیدم لزوم ایجاد یه ائتلاف، یه تشکل برای نمایندگی کردن مردم ایران توی سطح بین المللی و دقیقا محافل بین المللیه، و همینطور هماهنگی، کارهای هماهنگی های لازم رو انجام دادن که خب این انقلاب پیش بره. ولی متاسفانه جوابی که مثلا بعضی چهره ها دادن این بوده که اگر مثلا بنابر این باشه که ما ائتلاف ما فراخوان بدیم، اون روز مثلا ما تو تهرانیم که فراخوان میدیم. اما این مسئله مثلا همچی حرفی وقتی زده میشه خیلی چیزا رو نادیده میگیره، یکی اینکه لزوم این ایجاد این تشکل رو نادیده میگیره که چرا حیاتیه الان تو شرایط فعلی، یکی دیگه هم قابلیت های مردم داخل ایران رو نادیده میگیره، یعنی اونا نیاز ندارن کسی فراخوان بده. ما الان یکی از موفقیت آمیزترین فراخوان ها رو پشت سر گذاشتیم. دقیقاً. و خب مثلا چیزی که بسیار جالبه، حتی در روزهای اول خیلی ها انتقاد میکردن یا حداقل نگران بودن چون که ما رهبری نداریم، چون که درون کشور شخصیت شاخصی وجود نداره که بتونه همه رو بسیج بکنه و همه رو هماهنگ بکنه، مثل آبان 98، مثل دی 96، این محکوم به اضمحلال، محکوم به شکست. بعد از دو سه روز دیگه عملا همه چیز از بین. البته دلیل شکست اونا این نبود اصلا، ولی خب برعکسش ثابت شد، یعنی عدم رهبر یا در واقع داشتن یک رهبری هسته‌ای و متمرکز باعث پویایی و داینامیک بودن این شرایط انقلابی شد و ما رو در یک برهه زمانی بسیار کوتاه از یک موقعیت اعتراضی وارد یک موقعیت انقلابی کرد. ولی شما به مسئله قابلیت اشاره کردید. خب اون قابلیت ها که اصلا غیر قابل انکاره، ولی در کنار قابلیت ها یک سری محدودیت های هم وجود محدودیت هایی که حکومت ایران شرایط استبدادی امروز داره تحمیل میکنه. محدودیت هایی که شخصیت های برجسته رو مثلا مثل توماج رو بالاخره با هر کلکی که هست اینها متاسفانه دستگیر کردن. در شرایط فعلی متاسفانه درون کشور یک هسته مرکزی برای هماهنگ کردن شرایط به وجود نمیتونه بیاد. پس ما باید این دوگانه سنتی خارجی و داخلی رو به نظر من در این برهه بسیار حساس تاریخی کنار بذاریم. اینجا بیایم محدودیت های در واقع داخل و بیرون رو درک بکنیم و به شکلی این دو نیروی بسیار قدرتمند رو با هم ادغام بکنیم. در چند هفته گذشته من با خیلی ها که صحبت میکردم، حالا چه سیاستمداران و چه روزنامه نگاران غیر ایرانی، خب بزرگترین انتقادی که داشتن یا نگرانی که داشتن یا علامت سوالی که داشتن، آلترناتیو شما معترضین انقلابی بعد از جمهوری اسلامی چیه؟ خب در مورد خیلی از دستاوردهایی که ما داشتیم یا مردم ایران داشتن در هفته‌های گذشته بسیار براشون الهام برانگیز بود، بسیار براشون جالب بود، ولی میگفتم خب بعدش چی؟ چون یک بار بعدش رو دیدیم و بعدش باید دقیقاً از اینجا شروع بشه. ما الان به یک برهه‌ای رسیدیم، این خیزش انقلابی ما به جایی رسیده که از اینجا به بعدش در کنار تمام پویایی هایی که دیدیم، ما به یک هسته، یک شورای هماهنگ کننده برای گذار از جمهوری اسلامی نیازمندیم و این باید شکل بگیره، باید تشکیل بشه و باید گذار واقعی و متکثر باشه. بله. و چون که حالا این فرصت متاسفانه در ایران امکان پذیر نیست، من فکر نمی کنم که باید در خارج از کشورم امکان پذیر نباشه. به رغم تمام چالش هایی که وجود داره، به رغم تمام مشکلاتی که وجود داره، این بزرگترین مسئولیت اخلاقیه
کنشگران سیاسی ایرانی خارج از کشور هست که هرچه زودتر در واقع این ائتلاف رو شکل بدن، چون ما یک فرصت بسیار بزرگ طلایی تاریخی در دستانمون هست و اگر که این فرصت از دست بره، اگر که بخوایم در واقع مسئله رو به فردا موکول بکنیم یا فردای فردا موکول بکنیم، امکان داره برای همیشه این فرصت طلایی از بین بره. مردم یعنی با جونشون دارن میان تو خیابون، از جونشون میگذرن برای آزادی همه. یعنی این من به شخص ایران انقلاب بشه من برمیگردم ایران، یعنی اصلا مردم دارن فداکاری میکنن برای همه ما. و ما مثلا این چهره های سیاسی، افرادی که نفوذ دارن، احزابی که خارج از ایران وجود دارن، از مثلا اختلاف های سطحی یا مثلا یه سری ایدئال ها یا یه سری چه میدونم، حتی این موضوع که یه فشار سنگینی قرار روشون بیاد، حتی از این در این حد مثلا یه سری هاشون حاضر نیستن این رو به جون بخرن. آره، ولی خب در این حال اشتراکات این اشخاص، اشتراکات ما از اختلافاتمون بیشتره. دقیقاً، ولی اونا اصلا مثلا توجه روش کمتره، توجه روی اون اشتراکات. ببینید الان خرد جمعی، خرد جمعی میگه برای آینده ایران، برای آینده بچه‌های ایران باید از جمهوری اسلامی گذر کرد. خب ایران یک جامعه متکثره، عقاید متفاوت وجود داره. خب اون شورای هسته‌ای یا مرکزی برای گذار از جمهوری اسلامی هم که تشکیل میشه به همون مبنا میتونه متکثر باشه. قرار نیست که متکثر نباشه. باید ایده های متفاوت در اون نمایندگی بشه، اما در این حال باید اینقدر هم عملگرا باشه که بتونه در واقع ما رو از نقطه A به نقطه B ببره. ببین ما تا به الان مردم ایران ثابت کردن برای مقابله با جمهوری اسلامی تا به این لحظه دست بالاتر رو داشتن، ولی الان یک خلایی وجود داره. ما در واقع اون ابزار ورود به مرحله بعدی رو نداریم و به گمان من این ابزار فقط با تشکیل اون ائتلاف میتونه تضمین بشه. با هم بزنیم دیگه. همینی که اصلا حرف اول من همین بود، گفتم که دو لایه هست، یکی در خود ایران، یکی هم خارج از ایران. ما این شانسی داریم که ما از خارج ایران خیلی کارهای میتونیم بگیم که در داخل ایران نمیشه کرد مثلا، ولی از اون ورم اونا صف اول، خب جوونا ایران، یعنی الان که اصلا همه میتونیم بگیم تمام مردم تو خیابونا هستن و اینا، هر کی نیروی خودش رو سعی میکنه میذاره که با هم برسیم. ما از اینجا چه کار میتونیم بکنیم؟ میتونیم بیم به سمت در یون میزنیم. از اون ور خب اونایی که واقعا اونجا هستن، بازارهایی که الان بستن، ورزشکارهایی که هستن، خب همه هم واقعا اونجا هم دنبال میکنن. همین هم همینی که از اول هم که گفتیم که باید اینترنت، ما باید بتونیم همه این چیزایی که اتفاقاتی که تو در داخل ایران هست هم به خارج بتونیم برسونیم. و همینه که از اول بازم گفتیم میدیا، آره میدیا الان میدیا خیلی مهمه، کار میکنن، بعد مطمئنا بهتر به دستمون میرسه و میتونیم بیشتر روش کار کنیم. واسه همین خیلی اینترنت واقعا خیلی مهم است. آره، ولی در کل به نظر من روی این تاکید روی داستان شورای هماهنگی یا این ائتلاف برای رد شدن از جمهوری اسلامی، فکر میکنم که مهمه که در نظرم بگیرن آدم‌ها که این یک چیز مقطعیه، ایست موقتیه، برای اینکه ما فقط معرفی کنیم که توی ایران ما چه آدم‌هایی داریم، توی ایران چه چشم اندازی وجود داره، توی ایران چه خواسته های وجود داره، چه برنامه‌های سیاسی. خب همون خواسته زمانی که آلترناتیو ببینید در جامعه بین‌الملل شرایط اینجوری کار می‌کنه. دقیقاً. تا زمانی که فقط ملت در خیابان باشن، تا زمانی که اعتراض بکنن علیه حاکمیت، این فقط یک اعتراضه. در چشم اینهایی فقط یک اعتراضه. اما زمانی این کسانی که دارن اعتراض میکنن یک آلترنتیو عملی، یک آلترنتیو معنادار داشته باشن برای فردای بعد از جمهوری اسلامی، این دیگه یک انقلاب غیر قابل انکاره. و ما در شرایط فعلی در محافل بین‌المللی وقتی که با اشخاص صحبت میکنیم، فعلا این جایگزین رو نداریم. ما در مورد ایده ها و روایت ها صحبت میکنیم. ما میگیم خب بله، به نظر میاد که مردم ایران به دنبال دموکراسی هستن، به دنبال
لایسیته هستن، به دنبال سکولاریسم هستن، به دنبال حقوق اقوام هستن، حقوق زنها هستن. ولی خب اینا فقط ایده است، ایده های بسیار خوبی هستن، ولی ما باید این ایده ها رو ترنسلیت بکنیم، ترجمه بکنیم به مسائل عملگرایانه و یک طیفی از کنشگرانی که بتونن به شکل عملی این ایده ها رو به جامعه بین المللی معرفی بکنن. اصلا خیلی از گفتمانهایی که الان توی این انقلاب داره شنیده میشه، حتی مثلا این داستان پروپاگاندای جمهوری اسلامی، لابیگرای جمهوری اسلامی، اگر الان دارن شناخته میشن به لطف افرادیه که الان توی زندانهای ایران هستن، به لطف آدمایی که تمام زندگیشون رو گذاشتن برای آگاه سازی و اونا الان زیر بدترین شکنجه ها تو بیشترین فشار روشون هست و این افراد قطعا، یعنی یه مسئله که وجود داره این تصوره که چهره های سیاسی داخل ایران این از خودگذشتگی رو ندارن در حال حاضر که بگن من الان که توی زندانم صدام به جایی نمیرسه، صدای من باید توسط این چهره هایی که خارج از ایرانم به جایی برسه، نه صبر کنید من از زندان بیام بیرون خودم حرف بزنم. یعنی این درک در این حده که وقتی میگیم باید خودشون این کارو بکنن یا اینکه ما بریم تهران فراخوان بدیم، درک در این حده که این آدم از زندان بیاد بیرون و بیاد فراخوان بده. خیلی مهمی که گفتید، یعنی همین که مثلا میگیم حالا چی، مثلا وقتی که میگیم که الان دولت دموکراتی لایکی باید بیاد، و یه چیز خیلی مهم هم که هست که زندانیان سیاسی باید آزاد بشن. یعنی این اولین چیزی که باید بشه، خب اصلا دولت حکومت که عوض بشه که خب اصلا دیگه اون بدیهی نه، ما اونا رو تو زندان نگه نه یه دیکتاتوری جدید نه خب مینا خیلی مهم، خیلی علاقه مند هستم مینا بود مینا بود مینا که بیشتر از تو بشنم، چون خیلی برای من جالبه که البته فکر کنم یک وجه مشترکه که اینجا شما ستاتون هر کدومتون تو کار چیز هستید. نه ولی خب به خاطر همین در واقع نقطه نظرات شما خیلی جالبه، چون که برعکس ما ستا، یعنی شما در واقع حالا پژوهشگر مسائل سیاسی نیستید یا ولی نینا رو دست کم نگیرید تو میگم نوت داره، شما داروساز هستید ولی خب بسیار علاقه‌مند هستید به مسائل سیاسی و شما یک طیف خیلی بزرگی رو خارج از کشور و درون ایران نمایندگی میکنید، به خاطر همین در واقع صحبتهایی که شما دارید بسیار پر اهمیته، چون یک قشر خیلی بزرگی رو نمایندگی میکنه. دقیقاً ما چیزی که میبینم اینه که مثلا آدمایی که تو خیابونا هستن میفهمیم که واقعا خسته شدن، یعنی هیچ میگن که هیچ چیزی نمیتونه جلوی ما رو نگه داره، نه کار دارن، بچه‌هاشون مدرسه میرن میگن که خب فردا میخوام برن دانشگاه، بعد از دانشگاه هم که در میان نه کار ندارن، وضعیت آزادی ندارن، نمیتونن درست صحبت کنن، هرچی که دوست دارن صحبت کنن، بچه 5 ساله باید مهمونه بذاره بره مدرسه، مثلا یه شوک خیلی بزرگی میتونه براش باشه. واسه همین خیلی مثلا من خودم بچه دارم، 2 تا بچه دارم، دخترم هم 8 سالشه، داره فردا 8 سالش میشه. بعد وقتی که میشنوه اینجور چیزا رو میبینه خیلی ناراحت میشه، یعنی اونم مثلا میشه خودش میگه که خود چطور میشه که همچین چیزی باید باشه، چطور میشه که تو چندین هزار کیلومتر اونورتر دختر خاله من، دختر عمه من نمیتونه مثل من راحت بره مدرسه، مثلا مجبوره که با مانتو روسری بره مدرسه، حرفی که تو خونه زده میشه همون حرفی نیستش که مثلا شاید تو مدرسه میگه یا تو جای دیگه میگه. واسه همین اینا خیلی دردآوره و اینکه خیلی مهم هست که این باید عوض بشه، چون 43 ساله الان که همچین چیزایی هست، واقعا دیگه مردم به جایی رسیدن که میگن که دیگه حالا میرم تو خیابون فردا شاید نباشم، نبودنم هم اشکال نداره، به خاطر که چیزی که برای آینده خودم هست چی میگن هیچ چیزی واسه آینده نمیبینه، واسه همین خیلی و دقیقا به خاطر همین دغدغه هایی که شما به درستی بهش اشاره کردید این شرایط انقلابی به وجود اومد. بله بعدش هم یادمون نره که چندین سال استبدادی که جمهوری اسلامی اعمال کرده در 43 سال گذشته که حرف جدیدی نیست. مخالفت با جمهوری اسلامی هم تقریبا از همون روزهای اول تشکیل حکومت جمهوری اسلامی
اسلامی آغاز شد، ولی چیزی که امروز رو با دیروز متفاوت میکنه، با گذشته متفاوت میکنه، اینه که خب درسته که مردم به این باور رسیدن، البته شاید مدت ها قبل به این باور رسیده باشن، اما امروز در واقع این باورها رو دارن ترجمه میکنن به یک سری اقدامهای عملگرایانه. امروز دیگه عامل ترس عامل مهمی نیست، عامل نگرانی دیگه عامل مهمی نیست. و ما مثلا میبینیم همین دو سه ماه گذشته، یعنی واقعا از این خلاقیتی که این معترضین ایرانی در کف خیابون ها نشون دادن، میشه سالها شعارها یه چیز خیلی مهم، میشه سالها در موردش صحبت کرد. مثلا اول بود نترسید نترسید ما با همه با هم هستیم، الان اصلا شده بترسید بترسید ما همه با هم هستیم. اصلا همه اینا نشون میده که وضع اصلا عوض شده. آره دیگه. و اینکه مثلا وقتی صحبت از سالهای پیش میشه، 96 98 به خصوص مثلا سال 96 فکر میکنم خیلی درقش اجهاف میشه خیلی وقتا. یه موضوعی که هستش دقیقا اینه که اون اقشار من سیاسی نیستم ها، مثلا اونا این صداها رو مثلا نمیشنیدن یا به گوششون نمیرسید به خاطر اینکه لابی های جمهوری اسلامی، رسانه هایی که جمهوری اسلامی توشون نفوذ کرده، همه میومدن و کلن گفتمان رو عوض میکردن، تقلیل میدادن، در صورتی که بازم تأکید میکنم یعنی سالیان ساله که بر علیه جمهوری اسلامی به کلیتش داره فعالیت میشه، یعنی مثلا از خانواده خود ما که از دهه 60 فعالیت کردن تا همین امروز همیشه آدمایی بودن که علیه این حکومت بودن، ولی این صداها نمیرسید و الان اینکه مردم امیدوارن دقیقاً صدا رسیده. آره با هم هستن و اینکه مثلا بازاریا رو این تو این چند روز دیدیم چقدر اعتصاب بازاریا خیلی خیلی قشنگ بود. این ورزشکارایی که همه هر کدومشون تا جایی که میتونن ایران خارج اصلا کارهای هنری واقعا خودش یه تأثیر به سزا داره و بسیار سرنوشت ساز. ببینید توی دو ماه گذشته حتی خیلی از پژوهشگران دائما در حال بحث بودن که این اتفاقاتی که داره میفته اصلا انقلاب هست، اعتراض هست، هست نیست. آره، یکی از مسائلی که دائما بهش اشاره میشد، من بارها و بارها از خیلی از همکاران شنیدم، انتقادشون این بود که خب ببینید تا زمانی که ما وارد یک شرایط اعتصابی نشیم، یعنی یک طیف وسیع از بالاخره کسبه ایران، بازاریای ایران، کارمندان ایران، شرکت نفت ایران وارد اعتصاب نشه، اصلا نمیشه اسم این رو انقلاب گذاشت. و خب خیلی اصلا باور داشتن شاید ما ماها و ماها باید منتظر باشیم تا برسیم به مرحله‌ای که امروز وارد شدیم. من با خیلی ها که صحبت میکردم، حالا فارغ از اون پوشش رسانه بسیار عالی که این مسئله اعتصابات در دو روز گذشته گرفته، واقعا قضیه حتی خیلی فراتر از این میره. در خیلی از شهرها شد 90% کسبه واقعا تعطیل کرده بودن و خب عموما اگر که به شکل اجتماعی بخواید نگاه بکنید، خب معمولا بازاری ها از اقشار محافظه‌کارتر جامعه هستن، خب محافظه‌کار هستن به خاطر که از اون چیزی که دارن باید محافظت میکنن، یک چیزی واسه از دست دادن دارن. وقتی که شما میبینید قشر بازاری، قشر در واقع کسبه مستقیما وارد عرصه شده، مستقیما داره نمیگه به جمهوری اسلامی با بستن مغازه‌های خودش، ما وارد یک غیر قابل انکار شدیم. من زمانی که دیدم این کارگران شرکت فولاد در واقع یک به یک داشتن از کارخونه خارج می شدن، این قدرت جمعی رو که در این قبلا دیده بودیم، اصلا حیرت آور. و تمام این اتفاقات توی سه ماه افتاده دوستان. حتی مثلا یه سری ورزشکارا همونطور که شما گفتی یا هنرمندان روسری ورمدارن، اینا یعنی مثلا اینا هنرمندایی هستن که من خودم همچنان ازشون دلخورم و من اصلا حتی نمیتونم خوشحال بشم وقتی میبینم که الان همراه مردمن، چون خیلی ضربه زدن، خیلی پشت کردن به مردم. ولی وقتی این اتفاق میفته، اینا این کارو میکنن که باید هم تشویق بشه همچنان، به نظرم نشون میده که این حتی این قشر که تا الان موجودیت خودش رو در گروه بقای جمهوری اسلامی میدید، که خب اگر که این حکومت بره دیگه شاید من مثلا شغلی نداشته باشم اصلا، حتی همینجور هم سپاه شاید حالا کم کم حالا با مردم بیاد مثلا ببینیم که البته اونا حالا ولی مثلا به یه جای میرسیم که میبینیم که حتی اونایی که الان
با مردم نیستن میرسن. وقتی اونا یعنی مثلا این حرکات رو میزنن، یعنی دیگه میدونن که آقا آینده‌ای برای این حکومت وجود نداره و ما باید به فکر فردا باشیم و باید به این فکر باشیم که مردم دیگه ممکنه ما رو قبول نکنن. برای خودشون هم دقیقاً، یعنی حتی منفعت شخصی قابل بازگشت دقیقاً یعنی اون کسانی که استمرار خودشون رو، البته من نمیخوام از این پلتفرم استفاده بکنم برای حالا کوبیدن دیگران، وقت تسویه حساب تاریخی هم نیست و نباید هم باشه، چون ما میتونیم به انحراف بریم، ولی دقیقاً نقطه غیر قابل بازگشت یعنی این، یعنی اقشار متفاوت، اصناف متفاوت به این باور میرسن، حالا شاید این باور بر مبنای عقیده و اعتقاد باشه، با یک باور خیلی